بسم الله الرحمن الرحیم و كان کان دنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی با عرض سلام خدمت بینندگان محترم وجود اقدس مولا امیر المومی علیه السلام در این جمله می خدایا اگر عجل من نزدیک شده باشد و عمل من مرا به مقام قرب تو نزدیک نکرده باشد و دور از تو قرار گرفته باشم اقرار به گناه رو وسیله نزدیکی و قرب خودم به تو خدا قرار میدم مرحله دونو و عجل و اینکه انسان احساس کند اجل و مرگش نزدیک شده است اونجا است که آفتاب عمر خودش رو لب بام می‌بینه. دوران جوانی گذشته دوران میانسالی سپری شده دوران فرتوتی و ناتوانی جسمانی فلا رسیده است نفس ها به شمار افتاده و تنگ می شود دوچار پوکی استخوان شده نشست و برخاست برای او سنگین است ضربان زیادی قلب بالا رفتن فشار خون وضعیت جسمانی او و گذشت و عمر او رو در یه مرحله ای قرار میده که احساس میکنه مرگ به او نزدیکه درست مثل آدمی که یه جاده رو داره طی می کند که وسط این جاده یک گودال عمیقی است از سر سه کیلومتری و 4 کیلومتری گودال وسط جاده رو نمی بینه جاده رو صاف اسفاد شده مستقیم احساس می کند اما وقتی سر 5 قدمی گودال رسید هم گودال رو می هم عمق گودال رو می بیند. مسیر عمر مثل اون جاده صافی است یه جوان در سر سه چهار کیلومتری ای گودال قرار داره گودال قبری که در وسط جاده عمره و جوان در دوره جوانی و در اون فوان شباب گودال قبر رو نمیبینه خبر داره ای جاده عمر دارایی گودالی است اما او رو احساس نمی کند اما وقتی دوران جوانی میان سالی رس گذشت پیری فرا رسید سر پنج قدمی گودال که رسید اونجا گودال رو می بیند و اونجایی که انسان گودال رو دید این احساس دونو و عجل و احساس نزدیکی عجل است. مرگ رو لمس می کند در سراشیبی گودال قبر قرار گرفته است مجموعه اعمال کردار رفتار خودش در زندگی که بایستی او رو به یه مقام قرب حق رسونده باشه الانی که دیگه ای زندگی تمام میشه وارد یه زندگی دیگه میشه در او زندگی سعادت من زندگی کند میبینه در برابر همه اعمال و کردار و رفتار در زندگی مسئله دار دچار نقص دچار کسر و از این طرف احساس نقص و کسر در نزدیکی به خدا می کند در حالی که عجل نزدیک شده دوران عمر تمام شده خب در اینجا باید یه وسیله ای پیدا کند که خودش رو به خدا نزدیک کند و تمام خلع و کسر و کمبود گذشته خودش رو جبران کند خداوند متعال در تمام حالات از بیماری غفلت یکایی که ما رو نجات دهد